سلام، مانی هستم از ویندوز سنتر. امروز میخوام در مورد یه قابلیت صحبت کنم توی مایکروسافت ایج، قابلیتی که خیلی کاربردیه، خیلی وقتا به کارمون میاد و اونم اینه که چجوری ما بتونیم سکرین شات بگیریم ولی حتی تصویری که خارج از دید حال حاضر کامپیوترمون هست یا مانیتورمون هست. در واقع چیزی که ما الان میتونیم همیشه اسکرین شات بگیریم عموما صفحه کامپیوترمونه، ولی برای مثال اگه بریم مثلا به همین سایت ویندوز سنتر خودمون و اگر کانتنتمون به این صورت اسکرول داشته باشه، خب من چجوری میتونم کل این تصاویر رو توی اسکرین شات داشته باشم؟ اگه بیام اینجا قابلیت وب کپچر رو بزنم، خب مسلما قابلیت کپچر اریا رو دارم که یک منطقه مخصوصی رو میتونم انتخاب کنم، یا کپچر فول پیج که در واقع فول اسکرین اسکرین شات میگیره برای ما. ولی قابلیت کپچر اریا یه قابلیت دیگه هم داره که اگر ما جایی رو انتخاب کنیم که برای مثال بزرگتر از ویو ماست و ما موس رو همینطور بکشیم، میبینید این تصویر همچنان ادامه پیدا میکنه و تا هر حدی که ما بخوایم میره. و بعد از اینکه انتخاب شد، سه تا گزینه به ما میده که گزینه کپی رو اگر بزنیم این میره توی کلیپ بورد ویندوز و این فایل رو ما داریم. برای مثال اگه بیایم از ویندوز، از برنامه پینت که خیلی تو ویندوز 11 پیشرفت کرده استفاده کنیم و همینجا فقط دکمه کنترل و وی رو بزنیم، این تصویر پیست میشه. ولی همینجور که میبینید این تصویر خیلی بزرگتر از سایز مانیتور حتی 4K هست و رزولوشن این عکس 2471 در 5428 پیکسل هست که نشون میده چقدر این عکس در واقع ارتفاع زیادی داره. این قابلیت خیلی کاربردیه و به شما اجازه میده توی جاهای مختلف اگر خواستین اسکرین شات بگیرین، کل یه بخش رو که به صورت اسکرول هم هست بتونید ازش استفاده کنید. این یه قابلیت. و یه قابلیت دیگه که باز توی مایکروسافت ایج جدید شما میتونید ازش استفاده کنید، قابلیت اسپلیت اسکرین هست که اجازه میده روی کامپیوترتون شما در واقع توی یک تب در واقع دو تا وبسایت داشته باشه. خب برای نمونه من میتونم بیام روی این سایت و به جای این آدرس برای مثال bing.com رو بزنم. همینجور که میبینیم من دو تا سایت رو در کنار هم دارم. این قابلیت کاربردیه برای وقتی که شما خواهی مولتی تاسکینگ داشته باشین، یا برای مثال برای تریدینگ، برای اینکه دو تا کالا رو با هم قیاس بگیرین، برای اینکه در واقع حتی دو بخش یک وبسایت رو توی یه تصویر داشته باشین، با این قابلیت شما میتونید تمام این امکانات رو داشته باشین. در واقع مرزش بستگی به کار شما داره و شما میتونید تو حالتهای مختلف ازش استفاده کنید. یه حالت دیگه هم که شما میتونید از این فیچر استفاده کنید اینه که برای مثال اگه من این تب رو ببندم و اینجا من سایت microsoft.com رو باز کنم و برای سایت بغلش همین سایت ویندوز سنتر خودمون رو باز کنم، خب من الان دو تا سربرگ دارم و در کنار هم شما میتونید ببینید. و اگه من بیام دکمه لسپلیت اسکرین تو هر کدوم از این تب یا سربرگ های مرورگر ایج بزنم، همینجور که ببینید به من میگه که شما یه سربرگی که الان توش هستین خب ویندوز سنتر هست و حالا دو تا تب دیگه یا دو سربرگ دیگه اینجا به صورت اوپن تبز یوف اوپن به شما اینجا میده و شما میتونید اینجا مثلا تب مایکروسافت رو باز کنید. یعنی از اون سمت هم میشه وارد این حالت شد و وقتی که همزمان دو تا سربرگ رو یا دارید شما میتونید از این حالت استفاده کنید تا در واقع کارایی خودتون رو ببرید بالا. این موضوع دیگه بود که میخواستم تو این ویدیو آموزش بدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون میاد لطفا سابسکرایب کنید یا ویدیو رو لایک کنید یا به دوستاتون معرفی کنید، خوشحال میشم. و تا ویدیوی دیگه، بدرود.